میبینیم که بر ضد منافع ایران تحریکاتی شعارهایی میشنویم که این به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری نمید. ولی ما این شعارها رو شنید، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم که چطور میشود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که مستقیما به وسیله خارجی به او دیکته شده، ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شد، حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشه اینا شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا. 80 میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 خورده هزار نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. این دو صف باید از هم مجزا. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر از اون چند هزار نفر اینها باید فاصله بگیرند. درود ویژه دارم به همه شما دوستان عزیز. امروز لازم دونستم که در مورد این که دوباره سرکار گذاشتم این دوستان ترول مجازی رو براتون صحبتی داشته باشم و گفتگویی داشته باشم. من عموما حملات ترول ها رو پاسخ نمیدم چون حملات ترول ها از جنس سیاسی نیست. ترول ها عموما از رو بحثای مسائل شخصیتی و شخصی و حسادت های اینچنینه که دارن به ما حمله میکنن. من عموما به اینها پاسخ نمیدم، ولی بعضی وقتا که سر کارشون میذارم سالی یه باری میام بیان میکنم. حالا خیلی از مسائل گفتم بعد از دوران آقای ترامپ بیان خواهم کرد، یعنی آقای ترامپ که کارش تموم بشه من یک ویژه برنامه‌ای رو برای چند سال آینده خواهم داشت که چگونه من این جماعت رو همواره سر کار گذاشته بودم. مسئله اینه که این ترول ها در روز صدها تور برای ما پهن میکنن و ما وارد بازی اونا نمیشیم و عموماً اصلا نه نگاه میکنیم نه اهمیت میدیم. اگر الان هم داریم پاسخ میدیم و برنامه‌ای داریم میسازیم بابت اینی که اونها در تور ما افتادن و ما اصولاً اینا بهتون بگم گفتم پاسخی نمیدیم مگر اینکه حالا هر چند وقت یه بار فقط لازم میدونیم یه چیزی رو بگیم، نه به خاطر این ترول ها چون اینها دروغ میگن، کلیپ های منو تقطیع میکنن، همه زندگی منو جعل میکنن، دروغهای خیلی گسترده ای تا امروز در مورد خودم و همسر گرامیم گفتن و اونها که درست نمیشن، یعنی ما اینها که این حقایق رو میگیم اونها کارشون اینه که ترول باشن و دروغ بگن و حسادتی که از توی ما به جانشون، چون اینا دعوای سیاسی ما ندارن، به هیچ عنوان دعوای سیاسی ندارن، تمام دعواشون شخصی است، اینها که درست نخواهند شد. ما اگه این صحبت ها رو داریم میکنیم تنها برای اینه که اونهایی که با ما همراه هستن بدانند که تمامی حرفایی که علیه ما زده میشه به مانند همین صحبتایی که الان میخوام با سند و مدرک بهتون نشون بدم همشون دروغه و اینها گزافه‌گویی است. من یکی از چیزهایی که سر کار اینا رو همیشه میذارم یکی سفرهام هست. در مورد سفر ایتالیام گفتم من دارم میام ایتالیا و دیروز یه عکسی رو با دلفین مخصوصا منتشر کردم که بعد گفتم این نام شهر رو نمیتونم بگم. خب طبیعتاً در همه شهرها دلفین نداره. مخصوصا اینو گفتم که ببینم اینا چی میگن و چی کار میکنن. ترول های مجازی که حالا ظاهراً بخششون میگن ما هوادار رضا پهلوی هستیم ولی هوادار اون بدبخت هم نیستن. اینها فقط و فقط حسادت شخصیشونه که به من دارن حملات گسترده‌ای میکنن. و خب ما اینو مطرح کردیم و میدونستم که اینها الان میرن تمام شهرهای ایتالیا رو میگردن ببینن کدوم شهر ایتالیا دلفین داره، ولی دست بر قضا نمیدونن که همیشه اینها در تور ما بودن و ما همواره اینها رو سرکار گذاشتیم. به جان مادرم یک مورد تا به امروز اینها نتونستن حتی یک مورد کوچک در مورد زندگی من و همسر من و مسئله پیرامون ما حقیقتی رو کشف بکنن. به ایران سوگن همواره اینها رو ما سر کار گذاشته. خب از دیروز سالا این ترول های مجازی شروع کردن شهرهای ایتالیا. خب خیلی براشون مهمه، اینها رو من از اپوزیسیون جمهوری اسلامی تبدیل کردم به اپوزیسیون امیدوانا. وقتی که از جنس اینه که مثلا اینا دعوای سیاسی که با ما ندارن، دعوای سیاسی داشته باشن باید بیان اندیشه های ما رو نقد کنن، باید بیان دعوای اندیشه ای با ما داشته باشن. چه اهمیتی داره یه آدمی مثل امیدوانا کدوم شهری است که اینها بخوان بلند شن برن بگردن ببینن من کدوم شهرم. و اینها دیروز سالا تفلکی ها افتادن دنبال این که ببینن ما کدوم شهریم. یه پستی رو یکی از این پیج هایی که تازه درست کردن و صرفا تمام کارنامه سیاسیشون حمله به شخص من و دیدن برنامه منه،
حالا پستی که دارم میخونم در برنامه ادیت شده در یوتیوب شما کنار من دارید این پست رو میبینید، حالا در لایو اینستاگرام خب طبیعتا نمیبینید. نوشته که امید بالام جان، اینم طرز ادبیاتشونه، چون ناسی، حالا همسر منو اینجوری صدا میکنه، چون ناسی بگو، جان نازی بگو که شهر ایتا کدوم شهر ایتالیا ساکن هستی. البته حق داری که نگی، چون با این همه محبوبیت و تاثیرگذاری و مواضع ملی میهنی که گرفتی بایدم نگران دیدار با ایرانیان در ایتالیا باشی. تفلگی نوشته امروز چند تن از ایرانیان شریف، منظور ایرانیان حسود دیگه، حالا این ایرانیان حسود رو میگه شریف، و بزرگوار اطلاع دارن که باقرخاله و بانو و سایر متعلقات در شهر جنوای ایتالیا هستن. عزیزم من در شهر جنوای ایتالیا نیستم، عزیزم سر کارت گذاشتم، حالا الان بهت نشون میدم کجا. حالا تو این نام، حالا تو نام اون شهر ایتالیا رو نمیگی، بگی اما ما برات، حالا تو اون شهر ایتالیا رو نامشو نمیگی اما ما برات گفتیمش که خیالت رو راحت کنیم بالام جان. ببین چقدر شماها سرکارید که اینقدر امیددانا براتون مهمه که ببینی کدوم شهره. امید بالام جان یه نصیحت بهت میکنم، اگه میخوای محل سکونتت مخفی بمونه یا از خونه بیرون نرید یا با روبنده و حجاب کامل اسلامی برید بیرون که صورتتون دیده نشه. ببین ترول عزیز، من اصلا برام مهم نیست تو کی هستی، اصلا ارزشی نداری برای من، من برای شما مهمم، شما برای من مهم نیستی. این همه دروغایی که علی من میگید که هیچ وقت جواب نمیدم، و الانم که اومدم دارم برنامه میسازم چون تو تور من بودی، بازی رو من شروع کردم. فداچم، من اصلا ایتالیا نیستم، من اسپانیا در شهر بارسلون بودم، پیش خیلی از دوستان بودم، و چون نمیترسم، چون ایرانیا در هر شهری منو میبینن خیلی به من محبت میکنن، به جان مادرم هر ایرانی، یعنی تو بارسلونا که دوستانی بودن رفتیم خونهشون، تو همین جایی که الان اومدم که نامشو خواهم گفت، اینقدر چند تا ایرانی که بودن ببین اینقدر به من محبت کردن، یعنی من واقعا شرمنده شدم. رفتم یه مغازه ایرانی بود، هر چی خریدم اصلا با من حساب نکرد، یه حتی یک یورویی از من پول نگرفت، بخاطر اینکه مردم در تودهی که در اروپا زندگی میکنن باور کن ترول عزیز منو دوست دارن و خیلی هوامو دارن، و اگه من جاهایی که میرم و نمیگم یه چند تا دلیل داره و عمدهش اینه که شما رو سر کار بذارم. من الان تو جزیره قناری هستم، اون دلفینا مال جزیره قناری بود، اینم میخوام دوربین رو برعکس کنم ببینی، حالا اینم چرا دوربینم برعکس نمیشه، ولی اینجایی که داری میبینی ساحل جزیره قناری در ماس پالماسه، حالا اون ور رو بهت نشون بدم، اونجا رو که داری میبینی یا این ور رو نگاه کنی اینجا جزیره قناریه، و فقط خواستم سر کارت بذارم، فقط بهتون بگم شما اگه دعواتون سیاسی با منه میرید دنبال مسئله، این که مسائل سیاسی منو در بیاری، نه اینکه من کجا، من کجام، یعنی تو دعوای شخصی داری، یعنی تو حسادت شخصی داری، چون میخوای بگی که نه ما میخوای آمارتو بگیریم که تو مثلا راحت زندگی نکنی. من در سوئد الان چند ماه شما رو سر کار گذاشتم، گفتم دارم از سوئد میرم، چند ماه در سوئد، شما گفتیم ما امید دانا رو فراری دادیم از سوئد، شما سگ کی باشید که منو بخواید از جای فراری بدید. در سوئد هستم، زندگیم هم دارم میکنم، الانم سفر اومدم، سر کارتون میذارم. حالا من از سوئد به خاطر آب و هواش خواهم رفت، ولی فعلا در سوئد هستم. شما چند ماه پیش گفتم من از سوئد رفتم، یه جوری هم نشون دادم که آره من دارم میرم. چند تا وسیله کهنه منزلمو ما فروختیم و یه جوری فروختیم که اینا بفهمن، بعد اینا اومدن گفتن آقا این داره وسایلشو میفروشه، این داره فلان میکنه، این داره فرار میکنه، ما فراریش دادیم، افتخار میکنیم ما فراریش دادیم. شما سگ کی باشی آخه من نمیخواد فراری بدی، بدبخت. تو اگه آدم بودی که توی اروپا و آمریکا مثل سگ داری زندگی میکنی، دنبال این نبودی ببینی امیدانا کدوم شهر داری میره کدوم شهر نمیره، تو با اندیشه من باید درگیر باشی. وقتی که با اندیشه من درگیر نیستی، دنبال اینی که من کدوم شهر میرم کدوم شهر نمیرم، تو حساب، من فقط خواستم ثابت کنم شما حسادت شخصی دارید، شما دعوای سیاسی با من ندارید. دلفینایی هم که دیروز عکس انداختم تو جزیره قناری عکس انداختم، نامش پالماس پارکه یا همچین چیزیه، میتونی حالا الان نام حضور دیروز رفتم حضور ذهن ندارم، پالماس پارک بود اگر اشتباه نکنم، مخصوصا گذاشتم و گفتم که من تو ایتالیا هم، شما برید یک ساعت بگردی کدوم شهر ایتالیا دلفین داره. دیدی سر کارتون گذاشتم، حالا کامنتاشون جالبه. میخوام بگم به همین سادگی چنان میگن
و به همین سادگی تحلیل میکنن کامنت ها رو. حالا کامنت هایی که در بغل من دارید میبینید که البته در لایو اینستاگرام نمیتونم نشون بدم ولی تو ادیت شده نشون خواهم داد، نوشته که حالا دومین کامنت ها دارید میبینید، من نام ها رو شطرنجی کردم چون اینا واقعا در حدی نیستن که دیده بشن، نوشته که جنوا است و اونجا آکواریوم دلفین داره، منتها این بابا چون ندیده بدید تشریف داره. کی داره میگه؟ این فرد نزدیک 10 ساله تو سوئد، فقط یه بار تونسته آلمان بره، اونم به خاطر دوا درمون همسر بیچارش، که این به جای که الان حواسش به همسرش باشه براش مهمه که امید دانا کجا رفته. تو عزیزم برو پیگیر بیچاره همسرت که بیماری ناعلاج داره کمک کن، من امیدوارم واقعا خوب شه، هر کمکی هم از دست من بر بیاد انجام بده. تو الان به جای که فکر اون بیچاره باشی، فکر زندگی تمام کار سیاسی تو چیه؟ فیسبوکشو برید نگاه کنید، برید مطالب اینها رو نگاه کنید، تمام کار سیاسی اینا فقط امید داناست. مگه میشه آخه گور پدر امید دانا؟ آخه از اون ور من میگم شما حسودی میکنین، میشینن میگن آخه تو چی داری حسودی کنی؟ والله منم پرسشم همینه، واقعا من چی دارم تو اینقدر حسودی میکنی؟ همسر ناعلاجتو ول کردی، چسبیدی من کدوم شهرم؟ نوشته جنوا هستم، اونجا آکواریوم دلفی داره، منتها این بابا چون ندید بدید تشریف داره فکر کرده کسی نمیدونه کجا تشریف گندش رو برده. خب نمیدونی دیگه الاغی عزیزم، من الان قناری هستم عزیزم، بفرما. اینم قناری، اینم جزیره ساحل قناریه، اینجا هم نوشته ها اسپانیایی عزیزم، حالا نوشته ها اینجا برعکس دیده میشه چون دوربین چیزه، نوشته ها اسپانیایی، قربونت برم، نوشته ها ایتالیایی نیست اگه سوادشو داری. خب تمام وقت تو گذاشته که من کجا، خب دیدی الان زایه شدی، دیدی چقدر راحت میتونم زایتون کنم. حالا کامنت بعدی، این یکی بعد حالا من نمیدونم، این اولی که بنده خدا همسرش تو سوئد ناعلاجه، دومی همسرش تو ترکیه ناعلاجه، من نمیدونم چرا هر کیم به جون ما میفته، یا سرطان داره یا خودش یه بیماری ناعلاج داره یا همسر بیچارش سالها در ترکیه اومده و همسرش بیماری ناعلاج داره و آقا به جایی که فکر اون همسر بیچارش باشه حسادت زندگی منو میکنه. نمیگم مشکل سیاسی با من داره چون این اصلا ببخشید سگه کی باشن که اصلا مشکل سیاسی بخوان داشته باشن، اصلا در چه جایگاهی قرار دارن که بخوام مشکل سیاسی داشته باشن؟ هر کدومشون هم میگن ما دوستان امید دانا بودیم جدا شدیم. شما ببخشید چند بار، حالا اون اولی که گفتم سوئد یه 4-5 بار به ما تلفن زد، دومی که تو ترکیه است من اصلا نمیشناسم، نه به مرگ مادرم نمیشناسم، چند بار به من مسیج فیسبوک داده، به صرف این که هر کی به من مسیج فیسبوک بده یا چند بار با من تلفن صحبت کنه که عزیزم آخه یعنی چی؟ ما من میگن ما از امیدانا جدا شده، مگه امیدانا حزب و سازمان داره که تو جدا شی یا نه؟ مثلا در مورد اون سوئدیه بگم این هفته بلند شده رفته در کنار سه ترول دیگه، که این سه ترول ببین تمام وجودشون حسادت شخصی است، اینا دعوای سیاسی با من ندارن چون اصلا نشه سه تا پیرمرد یا جوان 50 ساله که نمیتونن که بخشید بعد از سالها که هنوز ادبیاتشون الان همون پستی که دارید یکی از این ستا نوشته ادبیاتشون رو که دارید نگاه میکنید، آخه اینا مگه میتونن تو جایگاه سیاست باشن و این حرفا؟ نه اینا افراد عرازل اوباشی هن که حسادت شخصی گرفتتشون، سالها در اروپا و آمریکا حمالی کردن و الان بهشون فشار اومده که امیدانا به صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ جریان سیاسی تونسته با همسرش خودشونو بکشن بالا. حالا دارن حسادت میکنن دیگه چون نمیتونن بفهمن، و منم نمیگم چه جوری، چون اگه زیادم بگم چه جوری اینا راه پول در آوردن رو یاد میگیرن، فردا برای ما میگن گدا معتبر بشه خیلی وحشتناک میشه، این گداهای در داغون راهش رو یاد بدم فردا وضع مالیشون خوب میشه، میخوام بیافتم به جان من و همسرم. نه همسر من زحمت کشیده اینجا دانشگاه، اولا خانم من یه دونه فوق لیسانس و مهندس نرم افزار کامپیوتره و یه دونم الان در رشته ریاضی فوق لیسانسش در دانشگاه سوئد گرفته، در دانشگاه بزرگترین دانشگاه استکهلم، فیلم پایان نامش هم گذاشته. اون پسره بلند شده رفته بین سه تا ترول نشسته. دوستان اولا من خواهش میکنم دوستان نفرستید این چیزا رو برای من، دیدن اینها باعث میشه اینها وجود داشته باشن. اگه شما یا دوست مایید یا دشمن مایید برای چی نگاهشون میکنید برای من میفرستید؟ من اگه لازم باشه خودم پاسخ میدم، بالاخره اگه لازم شما نگاه کردن به اینها باعث میشه که اینها پررو بشن. ببخشید بلند شده رفته بین سه تا دیگه
آره من تو سوئدم، این تو دانشگاه نیست این فیلم پایان نامه خانومش، این مثلا در یه کلاس زبان سوئدی است. آخه عزیز دلم تو سوئد کجای سوئدی؟ تو در دهات ببین اینجا چیزا گفتن نداره. هر تو یکی از دهاتای سوئدی بدبخت. اینا گفتن نداره. تو اصلا مگه استکهلم رو دیدی که دانشگاهشو بخوای بشناسی؟ میگم این چیزا فخ فروشی نداره. ولی وقتی که شماها دارید در مورد زندگی شخصی ما این همه دروغ میگی، وقتی که سر کارتون میذارم بذار چهار تا بذارم تو کاستون دیگه. حالا اونی که تو ترکیه است نوشته باقر خاله، حالا نام ما رو گذاشتم باقر خاله، دمتون گرم. باشه ما باقر خاله، شماها آخرشید، دمتون گرم. تو دو خط چقدر هم غلط نگارشی داره. بعدش هم نوشته آرزو داشته از نزدیک بغل کنه. آخه مگه از دور هم میشه بغل کرد؟ آفرین آفرین، چقدر تو باهوشی. شما اصلا حسد نیستی، شما الان منو نقد سیاسی کردی، شما الان منو نقد سیاسی کردی دیگه. الان به من برگشت گفتی که آقا این مثلا از نظر سیاست اینجا داره اشتباه میگه یا از اونجا داره اشتباه میگه. حسادت سرتاپاتونه دیگه. خب حالا سر کارتون گذاشتم، حالا نفر بعدی مثلا نفرات بعدیشون چی نوشته، عکسا رو من ببینم. نفر بعدی آها، یکیشون هم همون پسر است که خودش گلوی خودش رو پاره میکرد، رضا مهربانی. اینو نامش رو میارم چون خیلی اسکل بزرگ نمیشه. بعضی از اسکلا چون بعضی که دیگه خیلی داغونن که اونا رو نمیشه نامشون، بعضی هم بزرگ نمیشن نامشون. این رضا مهربانی همون که داشت پارپوره میکرد خودش رو جر میداد، داد و بیداد میکرد، شو زوده رضا شوه دوم برگشته گفته که مردم به خاطر این هشتل شبی بریزن تو خیابون، این بیانیه شاه زاده رضا شاه دومه. همچین خودش پاره میکرد، گفتم باستنش پاره شده مردی که بیشرف. آخه آشغال تو زندگی خصوصی نتونستی با زنت کنار بیای؟ آخه اینا رو میگم تا بفهمید کجا قرار دادید. من هر چی باشه با همسرم 10 سال زندگی سالم داریم. شما چی؟ چند تا طلاق گرفتی؟ هنوز همه بعد از الان 45 سال از خودو. آخه چند تا جوان 50 ساله افتادن به جون ما؟ آخه تو این کجا جایگاه چیه؟ حالا ببین این دیوونه چی نوشته. نوشته جنوای بندری هست در شمال ایتالیا و نزدیک مرز جنوبی فرانسه. این همان بندری هست که کشتیای رژیم به صورت عمده اینجا لنگر میگیرن. چند وقت پیش هم یک محموله مواد مخدر رژیم در همین بندر نمیدونم کشف نمیشه مشف، حالا غلطه چیزه لوپیه، کشف و توسط پلیس ایتالیا ضبط شد. ببین تا اینا برگشتن از دیروز سالا افتادم که ببینم من کدوم شهرم، بعد گفتن این جنوای ایتالیاست، بعد اون یکی برگشته گفته که آره این شهر همون شهریه که جمهوری اسلامی توش زیاد مثلا کار میکنه اینا، که اینجوری القا کنه امیدانه الان رفته جنوای ایتالیا و اونجا با ماموران جمهوری اسلامی دیدار کرده. در حالی که من کجام الان؟ من الان جزایر قناری دارم حالشو میبرم. این اسکالارم اینجوری اسکال کردم که فقط ثابت کنم دعواشون با من سیاسی نیست، چون اگه دعوا سیاسی باشه چه اهمیتی داره من کجام؟ واقعا من ای کاش، البته اینو جدی میگم به قول همسرم و یه خود مادرم هم یه بار بهم گفت که امید تو اگر اندازه دشمنات به خودت فکر میکردی وضع زندگیت الان خیلی بهتر بود. ای کاش که من جای شماها اینقدر به خودم فکر میکردم. یکی دیگه هاشون دیگه کامنت های همه شون هم کامنت های فیکه. خب دیگه بله همین چند مورد بود. خب چی بگیم ما؟ حرف حسابمون چی میتونه باشه؟ یعنی ما با یک جماعت ترولی طرف هستیم که اینها 24 ساعته تمام کلیپ های منو تقطیم میکنن و پرسش اینه که من الان انقدر وقت گذاشتم پاسخ اینا رو دادم، چرا اون کلیپ های تقطیم شده رو جواب نمیدم؟ چرا اون ویدیوهایی که علیه من میسازن رو جواب نمیدم؟ خب اینا در روز کار زندگی که ندارن و مسائل سیاسی هم که سرشون نمیشه، از روی حسادت شخصی در مورد من دروغ میسازن. من پاسخشون رو نخواهم داد. میدونی چرا؟ چون اون کلیپی که اینا تقدیم میکنن در حقیقت بازی رو اونا شروع کردن. من بازی که دشمنانم شروع کنن و واردش نمیشم عزیزم. من بازی که خودم شروع کنم و واردش میشم. بازی این که من ها ببینید آخه شما چند بار از یه سوراخ نیش میخورید؟ سری پیش گفتم جنوب ایتالیا و جنوب یونان دارم میرم، سر از ترکیه در آوردم زایتون کردم. اومده بودن اینا چون سه تاشون که عقب افتاده هستن، سه تا کودک 50 ساله، اصلا خجالت نمیکشید با این سن سالتون؟ خاک بر سرا بابا، نرخری هستید. سه تا 50 ساله
4 سال هفته 9 ساعت کل کار سیاسیتون حمله و امیددانه‌ست. منم خیلی جالبه نشسته میگه که حالا اینو بگم، رفته بودم ترکیه قبل از ترکیه، بعد اینو بچه برام فرستادن که اشتباه میکنن برای من میفرستن، خواهشن دیگه نفرستن، چون اگه بفرستید از دستتون ناراحت میشم. اینها رو باید کاملا سگ محل کرد، در سطح گسترده و سگ محل کرد. بعد دوستان فرستادن که اینو برگشت گفت آره این داره میره جنوب ایتالیا زندگی چیم، این داره میره ایتالیا یونان، ولی دروغ میگه، این ایتالیا یونان نمیره، داره میره اسپانیا زندگی کنه. سر از ترکیه در آوردن آقا مفتزه شدید، زایه شدید، منتها پررویید، ایرادی هم نداره. منم الان در پاسخ شما این حرفا رو نمیزنم، در پاس فقط برای روشنگری در باب عزیزانی که منو همراهی میکنن، با من به برنامه‌های من اهمیت میدم، دارم میگم آقا چه جوریه جنس مخالفت ها و دشمنی با ما چقدر پوچه. خب اونجا زایه شدید، بعد میشینن میگن آره حالا سه تا کله پوک هستن 50 ساله، میگه آره ما برنامه‌هامون 100,000 تا بازدید داره در طول هفته. بعد میرم نگاه میکنم یوتیوبشون و فیسبوکشون اینا، ای کاش که به 1,000 تا بازدید برسه، به جان امید. من نمیدونم این جان مادرم، من مفتده دهنم بیچانه مادرم که اینقدر قسم میخورم، باورم کنید، ولی حالا قسم نمیخورم، باورید خودتون، حالا نرید ببینید چون بازدیدشون زیاد میشه. بازدیداشون 300 الا 500 نفره، 300 الا 500 نفر رو میگه 100,000 نفر. ببین توهم اینا رو نگاه کن، آخه سیاسی هم نیستم که اینا اصلا در حد اپوزیسیون هم نیستن که بگم که فردا اگه جمهوری اسلامی بره اینا میان، اینا آخه سگی کی باشن بخوان بیان. میدونی چی میگم؟ این طرز تفکر این ترول ها رو برای نگاه کنی، 300 500 بازدید رو میکنه 100,000 تا. ببین عزیز دلم، شما سه تا کودک 50 ساله، شماها پوزش میخوام، واقعا بانوان پوزش میخوام، شماها به اونجای ننتون خندیدید که 100,000 تا بازدید داشته باشید. ببخشید من بی ادب شدم، اما به آدم فشار میاد. 100,000 تا، 300 500 تا هم تازه به زور انقدر شر میکنن که ویو میره بالا. 300 500 تا بازدید، اگه اینجوریه که عزیزم من 10 میلیون بازدید دارم، جد ببخشید من اصلا بازدیدم و مخاطبانم قابل مقایسه است با شماها؟ چی میگی؟ توهمی چی دارید؟ فکر میکنید نشستید هفته 9 ساعت برنامه بر به صورت ترول منو فوشکش کنید؟ هنر کردید؟ یه نکته هم بگم در مورد کسانی که ادعای دوستی با من میکنن. ببینید عزیزان، من یه سری مخاطب دارم، خیلی هم مخاطبان با ما همراهی میکنن، یه جای اندیشه سیاسیشو با ما عوض میشه و جالبه اونایی که از نظر اندیشه سیاسی با ما به اختلاف میرسن همشون راهشون رو جدا میکنن و دیگه هم پوزش میخوام. اینجوری در مورد خودم دارم میگم، والا محل سگم به ما نمیذارن. اونی که دعواش با ما سیاسیه، رک بگم دیگه، کسی که از نظر سیاسی با من به مشکل میخوره میگه گور پدر امیددانا، میره پی زندگیش. اونهایی که ولی به ما به مشکل میخورن و میمانن، و الان شما نگاه کنید صفحه این افرادی که به من فحش میدن، آخه آدم میره باور نمیکنه. این همه مسائل پیچیده سیاسی در دنیا، چجوری یک فرد سیاسی صفحه فیسبوک و تمام شبکه‌هایی که داره فقط و فقط داره علی امیددانا مینویسه؟ از هر 10 پستش اگر بگم هر 10 پست علیه منه، جفا نکردم، دروغ نگفتم، بزرگ نمایی نکردم، واقعا این چنینه. چطور میشه؟ مگه میشه؟ آخه ما هم سیاسیم، از هر چیزی میگیم، یه بار مثلا گیر میدیم به این اپوزیسیون، یه بار در مورد این تندروی‌های حزب الله یا مینویسی، هر سری یه چیزی مینویسی، به خاطر اینکه گستره بحث سیاسی بسیار گسترده است، یعنی اصلا وسیع این گستره. چگونه میشه که اینها تمام فیسبوک و برنامه‌ها و گفتگوهاشون فقط امیددانه‌ست؟ خب اینا میشن ترول‌هایی که حسادت شخصی دارن، و ای کاش که من بفهمم چی دارم به قول خودشون که اینا قرار. حالا اینا میگن آخه تو چی داریم ما بهت حسادت کنیم؟ ما پرسشمون همینه، ولی هر چی داریم نداریم، شماها افتادید به دنبال حسادت‌های شخصی، بهتون فشار اومده. روابط خوب من با همسرم، روابط زندگی که داریم، موفقیت هایی که داریم، سفرهایی که میکنیم، برنامه های سیاسی موفقمون، حسادت داری میکنی دیگه ایزم؟ مگر دعوا اگر سیاسی چیز دیگه میگی؟ خب اینهایی که دعوای شخصی با ما پیدا میکنن، دعوای شخصیشون هم کودکانه است. ببینید یه مدت بود یک نفرشون به نام مسعود نامی بود، این اومد یه دفعه گفت آقا ما هوادار تیم امیددانا. حالا ما ببخشید من کی هستم که هوادار داشته باشم؟ ببین من نه اینقدر جوگیرم خودم ببرم خیلی بالا، نه اینقدرم تو سری خورم خودم خیلی بیارم پایین، نه خیلی پایینم، نه اینقدر در حدی هم که در حد یه هنرمند و چه میدونم
در حد یک خواننده و در حد یک رهبر سیاسی که هوادار داشته باشم. مثلا در حد این حرفا نیستم هوادار داشته باشم، قربونت برم، من یه برنامه سازم، این چیزی میهن پرستی هستم که اون چیزی که فکر میکنم دارم میگم. حالا اومگا آقا تو چیز مایی، تو رهبر ما فلان ما، قربونت بریم، تو فلانی، تو من طرفدار تو هم. گفتم آقا من طرفدار نمیخوام که، من همراه میخوام، همراه میخوام. کنه من هوادارتم، اینا دمت گرم. خب چیکار میخوای بکنی؟ آقا یه دفعه اومد 7-8 گروه درست کرد که آقا کسایی که مخالف امید هستن رو بریم ریپورت کنیم، بریم فلان کنیم، همه این بچه‌هایی که مثلا یه سری مخاطب من بودن و به اسم من دور هم دیگه اومد جمع کنه تو فیسبوک. خب من که اینجور مسائل رو میدونم که ما ایرانی‌ها چه جوری هستیم. آقا ما توی سن پترزبورگ بودیم برای بازی‌های جام جهانی و دیدیم که این با یکی از این خانم‌هایی که تو همین گروهه که از بانوان واقعا محترمی هم هست و با ما در تماس در هلند هم هست، واقعا انسان شریفی است، این درگیر شد، دعوا شد با این خانم. اومد بعد من هی توی سن پترزبورگ تلفن فلان 100 تا پیام، امید این من با این خانم اینجوری شده، تو بیا موضع بگی و قضاوت کن در دفاع از من. گفتم آقا عزیزم، اون خانمی که در هلنده انسان شریفی است ولی من از نزدیک حتی ندیدمش، حتی عکسش هم ندیدم. شما هم یه بار با اون خانم باشون در تماس هم مستقیم، یعنی در مسیج و تلگرام، ولی حتی از تصویرشون هم ندیدم، نیازی هم نیست ببینم. و شما هم که من آقای عزیز، آقای مسعود جان، شما هم ما نمیشناسیم، شما تو لندن گفتی طرفدار مایی، دمت گرم، ولی اصلا من وارد این بچه بازی ها نمیشم. من اومدم جام جهانی برای تیم ملی سن پترزبورگ هم بیام حل اختلاف بازی های دعوای کودکانه اول ابتدایی رو مثلا حل اختلاف کنم؟ آخه مگه من چی در مورد من فکر کردی؟ خب ایشون ناراحت شد، بعد از اون یک دفعه تو تمام مسائل سیاسی یه دفعه 180 درجه عوض شروع کرد امیدانا رو فوش دادن. بعد با وقاحت همه جا میشه، آره این امیدانا هر چی میگه در مورد این مسائل من بهش یاد دادم. سوء استفاده است دیگه. آقا قربونت برم، تو کی هستی؟ اصلا عاشقم کسی باشی، من نمیشناسمت. اگه من تو رو میشناسم، اصلا تو چی، اگه تو قراره به من یاد بدی، خب خودت برو بگو، انقدر مخاطب جمع کنی، خودت برو بگو. چرا دیگه میای میگی من به امید؟ همه هم به ما یاد دادن همه چی رو، یعنی همه هم، هر کی هم که یه بار با من تلفن صحبت میکنه بعد مدعی میشه ما به امید اینو یاد دادیم اونو یاد دادیم. باشه دمتون گرم بابا، ما وقتی میشینیم جلوی دوربین شما اصلا جای ما دارید حرف میزنید، من دارم لب میزنم. چی بگم؟ این یکیشون رضایی که الان اومده چرت و پرت میگه و در سوئد هست. این بنده خدا بعد از بیانیه آخرین هشدار با ما تماس گرفت، آقا درود به شرفت فلان، هر سری مخالفت شدید با رضا دیبا نمیشم گه، علاوه ایدئولوژیک هم کاملا با ما نزدیک، 4-5 بار به من تلفن زد. به خدا من یک بار این آدمو از نزدیک ندیدم. گفت من برای بازی تیم هاماربی و تیم تاج که اومده بود استقلال اومده بود توی سوئد اومده بودم و من چون اونجا دیدم من یادم نیومد، ولی به هر حال 4-5 بار به ما زنگ زد و یه 4-5 تا تلفن داشتیم و یه چند بارم مسیج و اینا. بعد فهمیدم همسرش مریضه، خب دلم سوخت و خدا واقعا برای کسی نیاره این بیماری ها رو، چون از فردا سر ما هم بیاد، خدا کنه همه تندرست باشن، حتی دشمنامون هم تندرست باشن. دلمون سوخت و یه چند بار به خاطر خانومش بهش پیام دادم که آقا اوضاع چطوره، اگر اومدی استکهلم بیمارستانی خواستی بری، چیزی خواستی بری، خونه من به رود بازه اینا. خب سر این داستان ها یه ده از بچه‌هایی که برنامه‌ای ما رو دنبال می‌کردن اومدن به اونایی که به ما فوش میدن اینا هم فوش دادن. من دخالتی نکردم، فقط اومدم تلاش کردم یه بار رفتم تو برنامه‌شون بگم آقا جان مسیر رو بتونید تلاش کنید که هدفمند باشه، فقط این روش‌های فوش و خوشکاری نباشه، هدفمند کنید و بتونید کار مثبتی رو انجام بدید، چون هر چقدر در فضای رسانه‌ای این روزها ما حضور داشته باشیم خیلی خوبه، مهم اینه که آدم کاری انجام بده، چون عموما همه فقط توی اتاق خوابشون حرف میزنن و کاری انجام نمیدن. همین که آدم بیا تو فضای رسانه‌ای رو من حمایت کردم همیشه. خب ایشون اومد با اینها به یه مشکلی خورد و دعواهای خودشون بود، به من ربطی نداره. بعد به من گفت، گفتم بیا آشتیتون بدیم، بردمشون آشتی بدم، این فوش خواهر مادر داد به اونا. بعد به من پای تلفن گفت امید جان من میرم ولی مطمئن باش با تو هیچ وقت کاری ندارم، مثل بقیه نمیرم فوشت بدم. خب بعد دیدیم انقدر بی ناموسه، انقدر بی شرفه، خجالت نمیکشه. من واقعا نمیدونم، امیدوارم همسرت خوب شه، ولی تو ناموس نداری، تو همسر نداری که میری این حرفا رو در مورد همسر گرامی من میزنی. من میگه آره این مثلا آخه اصلا مهم نیست شما بگید ما، اگه آره ببینیم آخه این مسئله چیه،
نه اگه همسرم معلم نباشه، من مثلا اگه کار نه، من توی شرکت سوئدی کار میکنم، نمیگم نام شرکت تا جون دشمنام در بیاد، یه جوری هم کار میکنم نامم نباشه ولی همه چی قانونیه. حالا بیا بیافتید به جون مسئله مالی من، شما ترول های مجازی، و هنوز این شعور رو ندارید. شما در اروپا هر جایی میرید علیه هر کسی هر چی میخواید بگید، اول از همه هویت خودتو باید مشخص کنه. آخه شما بی وجودا که شهامت اینو ندارید، بابا تو آمریکا و هلند و فلان نشستید، شهامت اینو ندارید که تصویر خودتون نشون بدید. هویت بعد حالا برید دنبال مسئله مالی من، هویتت وقتی که شما افشا نمی‌کنی چه غلطی می‌خوای بکنی؟ سگی کی باشید من از جایی بخوای بیرون کنید یا بذارید؟ من همین هر چه دلم بخواد به خدا دارم میرم. چی کار میخواید بکنید؟ خب اومدن و یه مدت شلوغ کردن فضای رسانه‌ای رو که آقا مسئله مالی امید دانا. عزیزم من توی شرکت کار میکنم، همسرم کار میکنه، اداره مالیات نامش اسکت ورکته، همه چیز ما اونجا مشخصه، همه چیز ما. خب میبینی که دارم راست راست در تمام اروپا راه میرم، چقدر شماها باید ضایع بشید آخه؟ بعد این دروغ ها رو میگن، فقط میدونید دیگه. بس بحث اینها، بحث اصلا من تا الان یک بار، برای یک بار ندیدم که اینها از نظر سیاسی اندیشه ما رو نقد کنن. امیدوارا موش اینجوریه، دهنش اینجوریه، لثه‌اش زده بیرون اونجوریه، چه میدونم قیافش کج و کوله است. آقا من هر قیافه‌ای که دارم عزیز ترول، شهامت اینو دارم که چهرهمو اینجوری نشون بدم. حتی خیلی وقتا اومدم جلوی دوربین، همین تو بیرون بودم تو مسافرت، مثلا همین صبح اولین ویدیویی که گذاشتم اصلا هموم نکرده گذاشته بودم. شهامت اینو دارم که هر چی هستم، قیافم هر چی هست. ما که ادعای خوشتیپی و محمد رضا گلزاری که نکردیم. من افکار سیاسی برام مهمه، کسی که دنبال من میکنن که با افکار من کار دارن، با قیافه من کاری ندارن که. هر چی هستیم، ولی ما جلوی دوربینیم. شما ترول ها چی؟ خودتون میگید، میگید ما اینقدر درب داغونیم رومون نمیشه تصویرمون رو نشون بدیم. اومن اگه عکسی هم از خودتون بذارید، از یه زاویه‌ای میذارید که چهرهتون نصفش معلوم بشه. حتما که اصلا وارد این بحثای کودکانه نمیشم، شماها دارید اینا رو مطرح میکنید. بنابراین مسائل روشن عزیزان. کسی که منو دنبال میکنن، خواهشن اگه واقعا میخواید کار جدی بکنید در مورد این افراد، برای من چیزی نفرستید. بالاخره هر آدم موفقی دشمنای خودشو داره. من اگر زمین میخوردم، ترحم ها رو باید جلب میکردم. ها وقتی دشمن دارم موفقم دیگه، آدم موفق دشمن داره و دشمنی اینا هم طبیعیست، برای من اصلا مهم نیست. من اونجایی ناراحت میشم که برخی دوستان برای من، ببین اینها ترول نفس رو چجوری میکشه، حیات کثیف و زالوارش توجه ما بهشه. بنابراین این خواهشم برای من نفرستید، ما کارهای خیلی بزرگتری داریم، تو ذهنم خیلی کارهای بزرگتری هست، فعالیت‌های گسترده‌تری داریم. ولی برنامه‌مون، همین برنامه‌مون هم تا آخرش همین جوری هم ادامه بدیم، ببینیم کار بزرگی کردیم. بنابراین بذارید کار سخت رو ببریم بالا. خواهشن کسی نگه اینا چی گفتن، اینا چی نگفتن. بذارید بگن ترول‌های مجازی. حالا نوریزاده سازگارا حمله می‌کنن، حتما به من بگید. ولی افرادی که در سطح این ترول‌های فیسبوکی هستن، توهین به منه و توهین به خودتونه که به من میگید. نه به خودتون توهین کنید. اگه واقعا ادعا میکنید که دوست ما هستید، من کوچیک همتون هستم، برای ما نفرستید. آره نوریزاده میگه، افرادی در سطح نوریزاده، اینا دعوای سیاسی با ما دارن. حالا حسادت شخصی هم توش قاطی هست، ولی عموما دعوای سیاسی دارن. ولی ترول های فیسبوکی نه، اینها رو فرستادنش برای ما هم توهین به خودتونه، هم توهین به ماست. و من دو سه بار دیگه ببینم یاران نزدیک برای من این چیزها رو میفرستن، مجبور میشم رابطه‌مو در همون حد تلگرام و فیسبوک هم قطع کنم، به خاطر اینکه شماها دوستی خال خرسه میکنید اگر به اینا اهمیت بدید. اینها باید بذارید تو همون لجنزار خودشون. یه عده مثلا تو هر جامعه، ببین الان تو همین اسپانیا هم که میاید، یه جایی هستش، کلوپایی هستش که زن و شوهرها میرن یه سری کثافتکاری ها میکنن. هر جامعه ای بالاخره هر جور آدم های چیز داره، سطح پایینی داره که کثافتوار زندگی کنن. اینها هم کثافت های دنیای مجازی هن، اگه میشه نباشن؟ اینها باید باشن که فرق ما با اینها مشخص بشه. مهم اینه که مایی که ادعا میکنیم چرا باید به اینا توجه کنیم؟ حرفم اینه.
آقای داریو شما مثل که قاطی داری ها، حلول ماه مبارک رمضان مبارک بود، نه اتفاقا تسلیت بود. من دارم حرف میزنم، پارازیت شعاری نفرست چون بلاکت میکنم. اصلا ببین شعور دیگه، ما داریم یه حرف دیگه میزنیم، این اومده داره این بچه مسلمون جمال حتما میخواد این تبلیغشو انجام بده. برو تبلیغتو تو صفحه خودت بکن. باشه، چه اصراری داری تو پاچه ما بکنی؟ و این داستانو پس بنابراین عزیزان داشته باشن. گفتم فقط این صحبتو بکنم که هر حرفی در مورد من زده میشه همینجوری دروغ میگن. و دیدید دیگه، من اومدم قناری، حداقل 10 تن از دوستان میدونستن، چون توی اسپانیا من دیدم من بارسلون بودم و الانم قناری هستم، دوباره برمیگردم بارسلون و یکی دو روز دیگه بارسلون هستم، یه جا دیگه هم میرم بعد برمیگردم سوئد. و دیدید که چجوری تحلیل کردن، چجوری دروغ گفتن و چجوری سر کار بودن. من همه حرفاشون در مورد ما دروغه، حتی کلیپ هایی که از صدای من منتشر میکنن دروغه، چون صدای منو جابجا میکنن. قربونتون برم، من این صحبت رو به پایان میرسونم. امشب این ویدیو رو در یوتیوب قرار میدم و اگر برسم یه نیم ساعت دیگه، 40 دقیقه دیگه حال داشته باشم، میام همینجا لایو اینستاگرام، شما عزیزانو میارم بالا که با هم دیگه گفتگو کنیم. فداتون بشم. اینم فقط برای پوز دادن نمیگم، فقط خواستم بهشون بگم من ایتالیا نیستم، من در قناری هستم. زنده باشید، بدرود.